با درود بسیار و سلامی چوبوی خوش آشنایی، بسیار محبت کردید که بیننده عزیز برنامه نگاه هستید. متاسفانه زلزله باز قسمتی از میهن عزیز ما رو لرزاند. شهر زیبای مسجد سلیمان لرزید و خسارات بسیار برای مردم آورد. 40 سال پیش زلزله‌ای در اون مملکت آمد که هنوز هم لرزشش ادامه داره. اون زلزله‌ای که خانه را لرزاند، یک شب همه چیز را دگرگون کرد. اون زلزله 40 سال پیش زلزله مهیبی بود که میهن ما رو زیر و رو کرد. بله، خسارات زلزله رو مثل خرابی خانه ها و غیره و غیره رو میشه جبران کرد، البته سخت میشه جبران کرد، ولی خسارات اون زلزله 40 سال پیش به این سادگی ها برطرف نمیشه. اجازه بدید برنامه رو با چند تصویر آغاز کنم. این آقای روحانی که در زمان انتخابات کلید به دست می گرفت و پوز کلیدش رو می داد، هنوز هم کلیدش سوژه بسیاری از کاریکاتوریست هاست و کسانی است که باهاش شوخی می کنن. شوخی نمی کنن، دارن جدی باهاش صحبت می کنن. کلیدش متاسفانه هیچ قفلی رو باز نکرد و خیلی ها میگن بعد از اینکه ایشان ریاست جمهوریش تمام شد شاید یک مغازه کلید سازی باز بکنه. خیال میکنم اون موقع هم کلیداش هیچ قفلی رو باز نمیکنه. کاریکاتوری از مانا نیستانی، دیدار زندانیان با خانواده هایشان. هم زندانیان هم خانواده ها زیر فشار هستند. راجع به این کاریکاتور لزومی نداره من صحبت بکنم، خودتون متوجه میشید که خیلی ها در ایران عروسک خیمه شب‌بازی هستند که به دست این آقای پوتین هستند. عمر خیام میگه ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از بحر حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز. بله، خیلی از بزرگان جهان با بسیاری از حکومت‌ها بازی می‌کنند. آخوندها دسته‌ای در این کشورند که مفت می‌خورند و تنها کاری که از دستشان برمی‌آید ایستادگی در برابر پیشرفته. احمد کسروی، بزرگی که به دست آخوندها ترور شد. به تماشای برنامه نگاه خوش آمدید. مشکلات از زبان خودشان. هفته گذشته در برنامه از سریال هیولا کار آقای مهران مدیری گفتم که به نظر من بسیاری از مشکلات مملکت در این سریال مطرح شده بود. ایمیل های زیادی داشتم که آقا این مهران مدیری از خودشونه، خودشون میخوان این چیزا ساخته بشه، یک جوری مردم رو بله آرام بکنن، فکر بکنن که به فکر اونها هستن و غیره و غیره. راستی که چند به طور متوسط خیال میکنم 10-15 تا ایمیل داشتم که راجع به این سریال صحبت میکردن. من هفته پیشم گفتم که به نظر من شاید کار خودشون باشه، ولی به هر حال مشکلات از زبان خودشون بسیار جالبه. اجازه بدید با هم بریم به دیدار یک آقایی که از مشکلات امروز جمهوری اسلامی میگه. من نه آقازاده روستازاده ای هستم از دل جامعه 120 هزار نفری شورای کشور که با همان صداقت روستایی دردمندانه از آمال یک ملت میگویم. ملتی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی کمتر میخورد و کمتر میپوشد، اما با چشمانی بهت زده میبیند که مدیران به اصطلاح جهادیش چگونه فرزندان و خانواده های خود را راهی آمریکا و استرالیا و اروپا و کانادا میکنند و همینان در راهپیمایی روز قدس 22 بهمن با رگهای متورم گردن و چفیه بردوش شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس سر میدهند.
ملتی که هنوز نمی‌داند چرا حامیان مستضعفان و شهدا و محور مقاومت و ارزش‌های انقلاب به جای زندگی در جوار حرم شاه عبدالعظیم پایتخت جملگی به لواسان و شمیرانات و سعادت آباد کوچ می‌کنند و بر بلندای کوهستان مشغول صیانت از دستاوردهای انقلابند. لابد خبری دارند که من و شما نداریم. شاید دشمن معروف می‌خواهد از لواسان به ایران حمله کند. ملتی که صبورانه مهر می‌ورزد و نجیبانه می‌بخشد. ملتی که وارث تمدنی 7000 ساله و پیام‌آوران الهی است. هیچ یورش متجاوزانه‌ای به این کهندیار آریایی نتوانست و نخواهد توانست باورهای این مردم به حکمت آفرینش و دادار بی همتا را به چالش بکشاند. رهبری محترم، دلواپسان ما را از ماهواره و تلگرام و توییتر می‌ترسانند و به اصطلاح خودشان ایمن می‌سازند، غافل از آن که ایمان این ملت با امواج نیامد که با پارازیت و فیلترینگ حفظ شود. من این آقا رو نمی‌شناسم. این ویدیو در بسیاری از جاها پخش شده و خیلی‌ها اون رو دیدن، اظهار عقیده‌ام کردن. اما اجازه بدید با هم دیگه بریم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی که یک خانمی مصاحبه کرده و راجع به مشکلات خانه که از مشکلات بزرگ امروز مردم ایران صحبت کرده و جالبه کسانی رو مطرح میکنه که اوه کلی خونه دارن. یه نفر چند تا واحد مسکونی، چند متر مربع مسکونی مثلا در تهران داره؟ به ما بگید ذهنمون روشن بشه. طبق اخبار واصله به ما از منابع موثق اینه که نفری داریم که 700 واحد در یک منطقه خاص تهران داره. 700 واحد تو کدوم کجا داره؟ ما الان تو شهر ری داریم شخصی که به من گزارش شده که 700 واحد داره. تو شهر ری 700 واحد داره. 700 واحد. بعد شغل اصلیشون چیه؟ شغل اصلیشون به هر حال شغل اصلیش اینه که کسب درآمد میکنه دیگه. همینه، کارش همینه، بخره بفروشه. یه شب اراده میکنه و میاد برای مسکن قیمت تعیین میکنه، قیمتی هم که به شهرستان ها و جمعیت های زیر 5000 نفر میرسه. شروعش از شهرهای بزرگه، یعنی اینکه شما یه عدد افزایش قیمتی اینجا پیدا میکنه، خواهناهای اثر رو میگذاره. خانه در ایران مشکل بزرگ مردم. یک نفر 750 تا خونه داره. سلطان آپارتمان، بله، سلطان سکه داشتیم، سلطان دلار داشتیم و بسیاری سلطان، بله. اما جالبه کسانی هستند که خیلی بیشتر خونه دارن. گفتید که الان داریم درباره آدمای 700 یعنی سلطان آپارتمان صحبت میکنیم. من سند بدم که مردم عزیز ببینن. مورد روشن بگید بهتره. ما 10,500,000 واحد مسکونی از سال 85 تا 95 گزارش شده که ساخته شده، ولی 2,400,000 تاش در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته. یعنی معاملاتی که 8 میلیونش نفر، این 7,500,000 تا چی شده این وسط؟ خب حالا بگیم خوشبینانه 1-2 میلیون هم خطای آماری داریم، 5 میلیون واحد دست کیاست این بازار مسکن؟ اون بزرگ بزرگا چند تا هن میدونید حساب دارید؟ طبق اخباری که به من رسیده ما داریم شخصی که 2500 واحد مسکونی رو، بله، اون 700 واحدیه پس پیش این اصلا عددی نیست. بله منتها خوبی این 2500 واحدیه کجاست؟ حالا اگه اجازه بدین منطقه شو نمیریم ازش بگیریم تو خود تهران. تو خود کجای تهران؟ شما خیلی فرق میکنه. صادقانه بهتون میگم گزارش که به من دادن در خود کل منطقه تهران ایشون 2500 واحد داره، پراکنده است در نقاط مختلفی که مثلا دو مجسه مجموعه واحدی در چند واحدی در اختیارشه و قیمت تعیین می‌کنه. مبارکه این شخصی که 2500 تا واحد مسکونی داره، مگر بدون پارتی بازی و بدون اینکه با بعضی‌ها شریک باشه و حق و حساب بده میتونه 2500 تا واحد مسکونی داشته باشه؟ مشکلات زیاده، خیلی ها در این باره صحبت میکنن.
هفته‌نامه فردوسی امروز نشریه معتبری است که به همت عباس پهلوان روزنامه‌نگار قدیمی به اتفاق دختر خانمش خانم اثر پهلوان و دیگر نویسندگان در لس آنجلس منتشر میشه و یکی از بهترین نشریات خارج از کشوره. در این نشریه صفحه‌ای هست به عنوان اینکه زندانیان را فراموش نکنیم. این صفحه به همت عسل پهلوان شکل گرفته و همه هفته از زندانیان در ایران صحبت میشه، تصاویرشون رو چاپ میکنن. فکر کردم ما هم در برنامه باید از زندانیان بیشتر یاد کنیم. خیلی ها در ایران در زندان هستند، به ویژه خانم ها، خانم هایی که برای آزادی کوشش کردند، خانم هایی که به خاطر یک روسری که از سر برداشتن یا از حقوق زندانیان دفاع کردن سال هاست که در زندان هستند. یکی از اینها خانم نسرین ستود است که من گاهی اوقات در برنامه هام از او یاد می کنم، برای اینکه زنی است که از حق زنان در ایران دفاع کرده. برخورد کردم با یک ویدیو که در این ویدیو بیش از 1,000,000 نفر امضا کردند برای آزادی نسرین ستوده. It's a card for Nassim Sotoudeh. He's in jail in Iran. Hundreds of people from Holland who are all concerned about what's happening in Iran with Nassim Sotoudeh. We have the address. It's the Evin prison in Tehran. It's very famous. Do you know why it's famous? Because people are tortured in that prison. همه ساله بر تعداد کودکان کار در ایران اضافه میشه. کودکانی که باید به مدرسه برن، باید درس بخونن، باید شادی کنن، دوران کودکی رو با نشاط بگذرونن، مجبورن کار بکنن. کارهای سخت، باربری، گلفروشی، فارفروشی و بسیار کارهای دیگه. اغلب وقتی که به عکس‌ها نگاه میکنی میبینی که غمگین هستن. گاهی اوقات در گوشه خیابان خوابشون میگیره، خسته هستن، کار طاقت فرسا میکنن. کودکان در کشور ثروتمند ایران مجبورن کارهای سخت انجام بدن برای اداره خانواده. اونها هستن که باید پول به خانه ببرن.
اغلب مادرها مریضن، پدرها معتادن و بسیاری مشکلات دیگه. شاید باورتون نشه که یک سوم زباله‌گردها در ایران ثروتمند کودکان هستند. آنچه درون سطح‌های زباله سرتاسر تهران است، سالیانه 2600 میلیارد تومان می‌ارزد. نزدیک 14 هزار نفر در این شهر هر روز این سطح‌ها را می‌گردند و هرچه ارزش فروش دارد جدا می‌کنند. این به غیر از 2000 نفری است که به طور رسمی با پیمانکاران شهرداری کار می‌کنند. بینشان 4700 کودک است که روزی 10 ساعت کار می‌کنند تا ماهی 1 تا 1,200,000 تومان درآمد داشته باشند. کودکان بین 10 تا 17 ساله. این بخشی از داده‌های پژوهشی است که انجمن حمایت از حقوق کودکان به تازگی منتشر کرده. پژوهشی که اعتقاد دارد تمام کودکان زیر 15 سال باید از چرخه زباله‌گردی خارج شوند. چه کسانی از زباله‌های شهر سهم می‌برند؟ این پول چطور بین زباله‌گردها تقسیم می‌شود؟ ارباب کسی است که زباله‌گردها را دور هم جمع می‌کند و آنها را برای جمع‌آوری زباله به مناطق می‌فرستد. زباله‌گردها در مقابل جای خواب و امکانات اندک باید زباله‌ها را به قیمت معین به او بفروشند. یک سوم زباله‌گردها کودکانند، اما سهمشان زیر 2.5%. بخشی از این اتفاق پشت این دیوارها می‌افتد یا در نقاط دورافتاده شهر درون گودها. بخشی هم جلوی چشمان ما پشت دیوارهای نامرئی روزمرگی، طبیعی شدن، عادت کردن به این تصاویر. حالوی عزیز ما شعر طنز تلخی درباره کودکان کار، کودکان خیابان داره. روزی گذشت سانتافه ای از چهار راه، از اگزوزش صدای مهیبی به پای خواست. پرسید بچه فال فروش از رفیق خود، این لکسوز است؟ نه به گمانم که زانتیاست. آهی کشید دخترک گل فروش و گفت، این که گذشت ذره ای از پول نفت ماست. این اشک دیده پدر و مادر من است، این خون جاری از رگ و از ریشه شماست. این گفت و خواست تا برود، فالگیر گفت نه، این شعارها همه اش باد در هواست. این پولدارها که نباشند، خود بگو در این چهار راه چه کس مشتری ماست؟ از تو خودت بگو چه کسی گل خریده است؟ آن کس که پولدار خفن هست یا گداست؟ یا فال من وسیله تفریح کیست؟ هان، آن کس که پشت شیشه بنز گرانبهاست؟ جایی که پول خمس و زکات آستین شیخ، نظر و نزور مردم ما گنبد طلاست. جایی که اختلاس و چپاول طبیعی است، سرمایه های ملت ما دست دزد هاست. ما کودکان کوچه خیابان و چهار را، روزی ما نه دست خدا، دست اغنیا است. حالو گلوی خیش چرا پاره می کنی؟ حالو گلوی خیش چرا پاره می کنی؟ چپ کرده ای، بده قلمت را به دست راست. ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه آورده که 14 روز تیر ماه رو ایرانیان روز تیر می نامیدند و ستاره تیر یا عطارد در فرهنگ و ادب فارسی به معنای کاتب و نویسنده است. به همین خاطر این روز رو روز نویسندگان می دونن.
و به این مناسبت از سال 1382 14 تیر ماه در ایران روز قلم نامگذاری شده. قلم زبان دوم انسان هاست. قلم حامل فرهنگ و اندیشه ملت هاست. نویسندگان، روزنامه نگاران، شعرا روز قلم رو به همدیگه تبریک میگن. و اما روز قلم در بین بزرگان جمهوری اسلامی که فقط منافع خودشون رو میخوان و دلشون میخواد قلم ها به خاطر اونها حرکت بکنه، روز محترمی است. فقط کاغذ ها اشکای یک نویسنده رو میبینن. فقط کاغذ ها حس و هیجان نویسنده رو درک میکنن و فقط کاغذ ها شادی و غم یک نویسنده رو میفهمند. روز قلم بر همه اهل قلم مبارک باد. آیا امروز در ایران قلم ها به آزادی میتونن حرکت کنن؟ میتونن احساس نویسندگان رو روی کاغذ بیارن؟ اجازه بدید با هم به چند کاریکاتور درباره روز قلم نگاه کنیم. روز قلم و گیوتین، این کاریکاتور به ما میگه که امروز قلم ها چگونند و باید زیر گیوتین برن. قلم ها در زنجیر روی گرده نویسندگان سنگینی میکند و قلم نیز باید شلاق نوش جان بکنه، به خاطر اینکه این قلم به درستی بعضی مسائل رو روی کاغذ آورده، باید شلاق بخوره و بالاخره با تبر از قلم استقبال میکنند. در بسیاری از سالها قلم در میهن عزیز ما اسیر بوده، زندانی بوده و بهش ظلم شده. قلم چرخید و فرمان را گرفتند. قلم چرخید و فرمان را گرفتند، ورق برگشت و ایران را گرفتند. به تیتر شاهرفت اطلاعات توجه کرده کیهان را گرفتند. چپ و مذهب گره خوردند و شیخان شبانه جای شاهان را گرفتند. همه از حجره ها بیرون خزیدند، به سرعت سقف و ایوان را گرفتند. گرفتند و گرفتن کارشان شد، هر آنچه خواستند آن را گرفتند. به هر انگیزه و با هر بهانه مسلمان نامسلمان را گرفتند. به جرم بدحجابی، بدلباسی زنان را نیز مردان را گرفتند. سراغ سفره ها نفتی نیامد، ولیکن در عوض نان را گرفتند. زندگی در آمریکا بدون بیمه خطرناک است؟ بیمه سلامتی، بیمه اتومبیل، بیمه عمر و انواع بیمه ها به وسیله مشاوری آگاه و با تجربه با بهترین قیمت برای شما فراهم می شود. جوزف کره‌ای برای هزاران نفر بهترین بیمه ها را فراهم کرده است. 818-909-0777 و 310-360-304. در کشورهای غربی روز 8 مارچ رو روز دختر نامیدن. در سال 2012 از سوی سازمان ملل متحد این روز یک روز بین المللی لقب گرفته و روز دختر نامیده شده.
در ایران باستان تا اونجا که من میدانم روز مادر و روز زن و روز دختر همه در پنجم اسفند بوده و روز پنجم اسفند به خاطر خانم ها جشن میگرفتن. از آنجا که جمهوری اسلامی همه روزها رو نوعی از طریق مذهبی نامگذاری میکنه، روز تولد حضرت معصومه رو که من به درستی نمیدونم که تولد ایشون چگونه کشف شده، روز دختر قرار دادن. و روز تولد حضرت معصومه چون ماه قمری است، روز دختر مرتب در سال تغییر میکنه، یعنی از طریق ماه قمری جشن گرفته میشه. پنجشنبه 13 تیر ماه، 4 جولای روز بزرگی که آمریکایی‌ها جشن گرفتن، در ایران روز دختر بوده. نخست نگاهی بکنیم در مورد دختران در ایران. نمیری و برم باشی، آوردم پسته خندون تو بشکن با لب و دندون. تصاویر وحشتناکی از حمله مامورین به دخترهای جوانی که احتمالاً حجاب رو مطابق میل اونها رعایت نکردن، رو سریشون عقب بوده و یا احتمالاً آب پاشی کردن دیده میشه. تصاویری که در دنیا محکوم شده. حالا اجازه بدید با هم بریم به تصویر یک دختر جوان گلفروش. یک خانمی تمام گلهاشو خریده و ببینید این دختر چگونه شادی میکنه. بسیاری از دختر خانم های جوان در ایران کارهای سخت میکنن، از جمله گل فروشی و کارهای دستیشون رو میفروشن یا بسیاری از کارهای دیگه برای امرار معاش. اما بعضی از دخترها هم هستن که در آسایش هستن. بله، دختران بزرگان حکومت جمهوری اسلامی که در کشورهای غربی هستن و برخورد کردم با تصویر خانمی به نام تناز فریدون. بله، تا اونجایی که ما میدونیم ایشون دختر آقای روحانی رئیس جمهور هستن که در انگلستان سیتیزن هستن. بله، و کار بسیار خوبی دارن. اجازه بدید در روز دختر یادی هم از این دختر بکنیم. که بگذر ندارد و من هم که بگذر ندارد.
چون صحبت از خانم طناز دختر آقای روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی کردیم، اجازه بدید یادی هم بکنیم از دختر یک رئیس جمهور دیگه‌ای که مثل همین دختر در آسایش، خیلی بیشتر از این دختر در آسایشه، دختر آقای ترامپ، خانم ایوانکا ترامپ. بله، ایشان دختر عزیز کرده آقای ترامپ هستند و هر جا آقای ترامپ میره همراهش میره. اخیراً که آقای ترامپ در ژاپن بوده، ایشون هم اونجا بوده، تو همه کارا دخالت کرده. بله، هر جا رؤسای جمهور و بزرگان کشورهای دیگه بودن، ایشون هم رفته وایساده و خلاصه روزنامه نگاران آمریکایی حسابی سر به سرش گذاشتن و یک جورایی اذیتش کردن. از جمله چند نفر تصاویر ایشون رو ادیت کردن، بله، با تصاویر قدیمی، یعنی میخوان بگن این ایوانکا دختر آقای ترامپ، بله، همه جا سر میکشه. همونطور که ملاحظه میکنید، همراه با بسیاری از سیاست مداران بزرگان کشورهای دیگه که این دختر خانمم آمده ایستاده. دختر آقای ترامپ در مذاکرات جنگ جهانی دوم همراه با مرحوم چرچیل، مرحوم روزولت و مرحوم استالین، همراه با جان لنون و همسرش در اتاق خواب، مبارک باشه، و همینطور همراه با هیتلر در حال رژه از ارتش نازی. و ببینید این دختر خانم کجاها نرفته، در جنگ جهانی دوم با پرچم آمریکا داره چه کار میکنه. با الیزابت دوم و همسرش در روزهای ازدواج همراه اونها بوده، همراه با فضانوردان آمریکایی در روی کره ماه، همراه با مرحوم ریگان و همسرش، بله، همه جا هست. و تصویر ایشان رو هم در کوه همراه با رؤسای جمهور بنام، بله، کنده شده، همه جایشون هست. در فیلم تایتانیک هم ایشون یک جوری خودش رو قاطی کرده و اونجا حضور داشته، در حجاری های مصر همراه با تاریخ حضور داره. این تصاویر رو پخش کردم که آقای روحانی ناراحت نشن که از دخترشون یاد کردیم. بله، از دختر رئیس جمهور آمریکا هم یاد میکنیم. روز دختر مبارک باد. فرشته های زمینی، آقای محمد رضا ژاله برای من ایمیلی فرستادن و پیامی همراهش بوده برای خانم ها. نوشتن که این پیامی است برای تمام خانم های جهان و احترامی که ما مردها باید به این خانم ها بگذاریم. لحظه آفرینش اول آدم خلق شد و سپس حوا در طول تکریم نیازهای آدم خلق شد، ولی فقط همون یک بار بود. از اون پس هر انسانی که متولد شد، اولین بویی که استشمام کرد بوی خوش یک زن بود، اولین لبخندی که دید لبخند ملیح یک زن بود، اولین طعامی که میل کرد شیره وجود یک زن بود. زنها لایق نوازش نیستن، اشتباه نکن، زنها لایق ستایشن، چرا که حیاتمون رو با دردی که اونها متحمل شدن آغاز کردیم. آهای فرشته های زمینی، عشق براتون. پیام بسیار زیبایی بود. بسیار متاسفم که میخوام این تصویر رو بهتون نشون بدم. به آزار و اذیت سالمندان بهایی در ایران کرج پایان دهید. اینجا خانه ماست. و پیام یک بانوی ایرانی. سلام مسیح جون، من امروز اومدم دریاچه چیتگر قدم بزنم، هوا خیلی عالیه، خیلی خانم هایی بودن که بدون حجاب اینجا ورزش میکردن، به چرخ سواری میکردن همراه همسراشون و هیچ کس کاری با اونا نداشت و هیچ مشکلی هم پیش نیومد. امیدوارم یک روز هممون بتونیم آزادانه با حقوق برابر، با انتخاب پوشش آزاد، در کنار هم
در ایران زیبامون زندگی کنیم و هیچ کس به عقیده هیچ کس بی احترامی نکنه. پیام شیرین یک خانم شیرازی با همون لهجه بسیار بسیار زیباش. از همین جا خواستم به او آقای پلو که نشستی مشتی خشت مشت نقل بچه های مردم که خونواده شون براشون اینترنت استدن و به راه بد کشیده شدن و چه میدونم آبستن شدن و هیکیش با هشت و مرد و استغفر الله از یه اوزای علا بگم آقا میما پپه هستیم قد خش میمالی یه کلام بگو ما میخویم این استاگرام فیلتر بکنیم آموختم شدیم وقت حل مشکلا صورت مسئله رو کلن پاک میکنیم والا همین رو بگین میخوایم این استاگرام قلفش بکنیم راحتمون بکنید والا. و پیام بانوی دیگری به آقای خامنه‌ای. سلام، یاسمن رو گرفتن مژگان صدا شد، مژگان رو گرفتن فرشته صدا شد، فرشته رو گرفتن من آوا صدای فرشتم، من رو هم دستگیر کنید. تمام کسایی که برای صلح، آزادی و برابری و کرامت انسانی فعالیت میکنن رو دستگیر کنید. آقای خامنه ای، زندانهای شما الان پر از زندانیان سیاسیه، حتی بیشتر از دزدان حکومتی. یک زمان که صف آزادی خواهان اونقدر زیاد بشه و ما اونقدر گسترش پیدا کنیم که مجبور بشیم مجرمان اجباری که به دلیل فقر به دزدی و فساد کشیده شدن را از زندان بیرون کنید و مردم به ما بپیوندن صف به صف که دور نیست، شما مجبورین برای سکوت کنونیتون به ما جوابگو باشید، چون ما سندان بودیم تحمل کردیم. بسیاری از زنان ایرانی در زندانهای جمهوری اسلامی هستند، زنان درویش، زنان بهایی، زنانی که برای حجاب تظاهرات کردند و زنانی که فریاد آزادی سر دادند. اما یک زن انگلیسی در ایران در جزیره کیش فقط یک شب در زندان بود. این خانم در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، کشورهای مسلمان، بله کنسرت داشته، آواز خونده، با فرهنگ اونها آشنا شده، با موسیقی اونها آشنا شده و دلش خواسته یه سری هم به ایران بزنه. اومده جزیره کیش، دیده بله، گفته من میدونم که در ایران بله نباید خانم ها آواز بخونن، اما گفتم یه نگاهی هم به این مملکت بکنم. اما نکته جالب اینه که خیلی خوشحال بوده که در زندان زندانبان ها با انگلیسی به قول خودش دست و پا شکسته باش صحبت کردن. نگاه هفتم من به ویدیوهایی است که بینندگان بسیار عزیز این برنامه برای من فرستادن. موضوع آقای نوریزاد هنوز برای خیلی ها بغرنجه.
اجازه بدید با هم نگاه بکنیم به آقای نوریزاد که همراه مادر ستار بهشتی رفتن به کنار مزار فرزند این مادر. بانو داریم میریم سر مزار ستار. سلام. سلام ستار. سلام عزیزم. سلام ای رفتگان. سلام مادر عزیزم. سلام جیگرم. سلام. کاش من اینجا بودم که نبود. من به وجودی تو افتخار میکنم. همه ما افتخار میکنم که این همچین پسری همچین گلی داشتم. من قدر بزرم شما رو بزرم. سلام ستار عزیز. آخ جانم برو بوله تو. سلام ستار عزیز. ما اجازه نمیدیم این خونها به خونهای عزیزانی که بر زمین جاری شد و تباه بشید. بسیاری از بینندگان عزیز این برنامه در مورد آقای نوریزاد سوالات بسیار دارن. امیدوارم با گذشت زمان همه چی معلوم بشه و اجازه بدید با هم بریم به مبارزه مردم با روسری. شما هر کسی بودم تو کور خودش. شما نجابتون داری آدم خوبی هستی. دمت گرم. شما ویدیویی که میخوام براتون پخش بکنم یکی از بینندگان عزیز ما فرستاده و برای من نوشته که نگاه بکنید از زمان مدرسه از کلاس درس دارن بچه ها رو مغزشویی میکنن. و شلاق زدن در ملأ عام واقعا متأثر کننده است. 1462 صادر از جعبه 115 جزایی احمد به 4 سال حبس و 74 ضرب شلاق در ملأ عام محکوم گردیده است. همینک حکم مذکور از سوی جعبه 7 اجرای احکام احمد به ریاست قاضی قارونی به اجرا در می آید. سرقت منازل پادر. و این هم قسمتی از فرمایشات آقای خمینی که اخیراً منتشر شده و ایشان میگن جاسوسی کار خوبی است، موقعی که لازمه باید جاسوسی کرد و نکات بسیار جالب. وقتی که اسلام در خطر است همه شما موظفی است که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم هممون باید از بین بریم تا حفظش کنیم. اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم یه دسته دارن توطئه میکنن که بریزن و یه جمعیت بیگناهی را بکشن، برای همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. برای همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچه قائله پیدا بشه. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است.
این حرف های احمقانه است که از همین گروه ها القا میشد که خب جاسوسی که خوب نی، جاسوسی فاسد خوب نی، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. خیال میکنم همه میدونن که چرا بعضی از آخوندها عمامه سپید دارن، بعضی ها عمامه سیاه. اما یک نفر یک کشفی کرده بین عمامه سیاه و عمامه سپید. رنگ سفید و یا سیاه عمامه همه روحانیون شیعه معنی خاص خودشون رو داره. اگه آخوندی عمامه سفید به سر داشته باشه، به این تعبیر میشه که از فرزندان رسول خدا نیست و از شجره سادات محسوب نمیشه. و اگه عمامه سیاه به سر داشته باشه، این به معنی داشتن شجره سادات اون طلبه هست. یعنی پدران اون از نسل پیامبر خدا هستند. به نظر شما آیت الله جواد خامنه ای، پدر آیت الله خامنه ای، چه عمامه ای به سر داشت؟ سیاه یا سفید؟ طبیعیه که باید عمامه پدر یک آخوند سید هم مانند خود آخوند سیاه باشه. اما این تصویر پدر آیت الله خامنه ایه. پدر به اصطلاح سید خراسانی عمامه سفید بر سر میذاشته. این تصویر که به عنوان یک گاف مذهبی شناخته میشه، رهبر ایران رو در کنار پدرش با عمامه سفید نشون میده. آیا سید بودن این شخص هم مانند آیت الله شدنش یه شبه اتفاق افتاده؟ و بالاخره درد و دل یک هموطن، آدم واقعا متاثر میشه. 1,100,000 تومان آشغال ترین خونه رو من تو تهران گرفتم، بچه شهرستانم، اونم به خاطر اینکه چون همیشه به بیمارستان میلاد مراجعه میکنم مجبور شدم، ندارم، من ورشکست شدم تو این جمهوری. تمام مدارک ما دارم، به کی مراجعه بکنم؟ بیت رهبری میری میگه به من رب نداره، رئیس جمهوری میگی به من رب نداره، وزیر وزرا میگی به من رب نداره، بعد به کی رب داره؟ لطف کنی یه مقدار قرص سیانور 40-50 میلیون هر دونه یه نفری بهش بدی بخورن خلاص بشن زندگی بدبختی. میای لب بازار میشینی معامله ای بکنی، مامورا میگن آقا تو ارز قاچاق کنی میدونم سکه، یا باید بری در صورک مختلف و اختلاس کننده یه ارزها خودشونن. شما همه اینا رو نمیدونین؟ کجای 6666 آیه قرآن گفته حرف حق جرمه؟ خودشون خجالت میکشن از دست زن بچه‌شون مثل ما. حرف حق رو باید زد، طوری کرد واقعا میتونن. صدای دف صدای فریاد مردمه، صدای دف صدای مخالفت با کسانی است که با موسیقی دارن می‌جنگن. اخیراً در ایران گروه‌های بسیار دف نواز پیدا شده که این ساز قدیمی رو به زیبایی می‌نوازن. خیلی هاشون اغلب میان در خیابان‌ها و برنامه اجرا می‌کنن. من هم براتون قسمتشو پخش کردم. اما اجازه بدید در نگاه ویژه این هفته نگاهی بکنم به گروهی از دف نوازان در یکی از خیابان تهران. تعداد زیادی زن و مرد دف میزنن، به زیبایی میزنن. با هم نگاه کنیم.
صدای دف، صدای مردم آزادی خواه. با تشکر از دوستانمون که برای این برنامه زحمت میکشن و تشکر ویژه از سپهر خسروی که این برنامه رو ضبط و تدوین میکنه، با شما بدرود میگم و شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. با امید دیدار.